خب به نام خدا من میخوام که تا میشه کوتاه در مورد این سایت پنجاچل با هم یه مروری کنیم هیستوریش رو و چیکار کردن گردان و کیان و اینها یه نگاه کردم که این لوگو خیلی برای من آشناس یادم من خیلی تبلیغی اینو دیدم تو تلگرام و اینترنت و حتی تلویزیون و دوری زدم تو سایتش که نتیجه بررسی های من این ویدئوهایی که دارید میبینید یه مدیری داره به اسم حسن علی باغوانیان متولد 63 اینجا اون کسی که باش مصاحبه کرده گفته که مدرک تحصیلش دیپلومه ولی پایین اومده گفته که من فارغ تحصیل رشته هستم حالا نمیدونم دقیقا چیه پدرم دانشجو رشته پزشکی بود ما یه خانواده 6 نفره بودیم که وضعمون خوب نبود چون وضعم خوب نبود ما مجبور شدیم از همون سن کم کار کنیم پس ما یه خانواده ای رو داریم که از شهر اصفهانن و مهاجرت کردن و خانواده فقیری هم هستن 6 آدم و فقیرن. حالا حسن علی باغبانیان کیه؟ حسن علی باغبانیان پسر علی باغبانیانه که علی باغبانیان حالا کیه؟ علی باغبانیان نماینده سه دوره مجلسه دوره هفتم، ششم، پنجم، دوره دهم ده هم میخواست بیاد که رای نیه برده یعنی کلا کارش که نماینده مجلس باشه ایشون چرا حالا مهمه که علی باغبانیان پسرش حسن علی باغبانیان یه همچین سایتی رو داره فروشگاه پنج یکی از کارهایی رو که کرد توی بازه زمانی تبلیغات خیلی گسترده روی بستر تلگرام، اینستاگرام و تلویزیون ملی بود همجور که اینجا دارید میبینید توی بازه زمانی تمام تبلیغات پنجه چل توی این بسترها بوده و پول خیلی وحشتناکی رو هزینه کرده شرکتی که این کار رو برای پنجه چل میکرده استران بهش میگفتن مبودید مبودیت کارش چی بوده؟ مبودیت کارش این بوده که یه سایت بوده برای سفارش تبلیغ خودش یه اپ داشته اپ شبیه تلگرام از این ادیت شده های تلگرام و نصب می شده ملت نصب میکردن و از طریق اونا تبلیغ می پشت این شرکت کیه؟ پشت این شرکت من فقط یه نفر آدم پیدا کردم اونم به اسم علیرضا آشوری دیتای دیگه هم ازش نیست که کار تبلیغات پنجا چلو می کرده. و از یه تاریخی به بعدم سایتش رو قطع کرده و دیگه چیزی رو وبسایتش نیست تبلیغاتش توی تلگرام هم قطع شده و یه نکته جالبی داره اون که تبلیغاتی که اینا میکردن توی بازه زمانی تبلیغات محصولات بهداشتی بوده یه چند نمونه از تبلیغات رو ببینیم اضافه وزن در بیماری های قلبی یکی از راه های کاهش خطر بروز بیماری های قلبی عروقی مثلا اینجا داره در مورد یه چیزی صحبت میکنه یه چایی صحبت میکنه که این وزن رو میاره پایین حالا چای یعنی لاغری که ما میکنیم میبینید لاغری و لاغری. کاملاً ما در اختیار اینا بوده که و متاسفانه سلبریتی های ما کسایی بودن که پول خوبی از این شرکت گرفتن و دونه دونه تبلیغ کردن ببینید یک خب استاد در افتخاری فقط جو... چی میگه بزنم فقط... 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 یک مرد بعد یه مقدار به خودش رسیده دیگه بکنه وقتی اومدم اصفهان مادرم گفت مادر چرا اینقدر ضعیف و لاغر اینو گفتم لاغر نشدم وزنم رو تعدیل کردن این داری؟ لاغر نشده چایی پنجا چلو خورده وزنش تعدیل شده چی بگی آدم اینو ببینید ببینید این بر چقدر صافه و این بر کرم همین الان زده این وری صاف شده اون ورش ناصافه حالا بعدا میزنه دیگه می عدد به هزار چهه بس. من یه سری اسکرین گرفتم ببینید مثلا رو همین دوتا کلیب کلیپ فقط کیا بودن کامبیز دیرباز الزه افتخاری روشنک عجمیان نمیدونم کیه نیما هم تقریبا همه سلبریتی ها درگیر بودن حالا چه رقم پولی جابجا جا شده اینو من واقعا نمیدونم نکتهش اینجاست که تو همون تاریخ رئیس سازمان غذا و دارو با توجه به تبلیغاتی که پنجا چل کرد گفت اینا که غیر واقعیه و غیر واقعیه و غیر قانونیه نوادی همچین چیزایی داشته باشه و این کار تخلفه همزمان دکتر جمشیدی مدیر کل فراداده طبیعی سنتی وزارت بهداشت هم نامه زده که محصولات 54 این شرکت باغبانیان فاقد مجوز لازمه که البته تو همون تاریخ با لابی دکتر علی باغبانیان ایشون از پستش برکنار شد. رو میجه ببین. ولی اگه شما فکر میکنید که اینها رفتن با این شرکت برخورد کردن و جلوش گرفتن، سخت در اشتباهی. یا جریمهش کردن، هیچ دیتایی در این مورد وجود نداره تبلیغ شد تصریح که ما اعلام کردیم که تبلیغ مسئول هم تخلف است و تراسان لازم نارید برای انجام دادید حالا کی این یعنی شما خبری شنیدی که یه نفر گرفتن چه میدونم اینقدر جریمش کردن بهداشت مردم جون مردم بر کسی مهم نیست حالا آقای دکتر علی آقا علی باغبانیان چی کاره بوده ایشون نایب رئیس کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی بوده یعنی مجوزای لازم رو ایشون خودش میتونسته برای پسرش بگیره یعنی تو تاریخی که 54 اوج قدرتش بوده و کار میکرده ایشون تو مجلس برای پسرشون دوکنوا وا کرده بوده حالا همزمان ایشون یه سری حرفا با ما دارن مثلا باشون مصاحبه کردن گفته که سرانه درما برای هروئین 200 را کمتر از کشور عربی تو تاریخ اردیبهشت دو دلشون برای ما هم سوخته ها همزمان نه که مثلا کاری برای ما نکرده باشه نه برای ما یه سری کارا کردن میدونن واقعیت چیه ولی خروجی کاریشون دقیقا برای پسرش انجام شده متاسفانه علی آقا عضو کمیسیون سلامت مجمع تشخیص مسئله نظام هم هستن یعنی هر چیزی تو حوزه سلامت رد و بدل میشه یه دور از زیر دست علی آقا رد شده نکته آخر این که یا تو میادشون یه از فقیر اومده بالا خانواده ای که اینقدر پول نداشتن که ایشون مجبور شد از سنین کم بره سر کار حدس بزنید شماره موبایل ایشون چنده حسین باغبانیان شمار موبایل 912 صد هزار بذار ببینیم شماره موبایل فقط شماره موبایل حسین باغبانیان قیمتش چند من از یکی از دوستانی که کارش خرید فروش موبایل رونده سوال کردم که یه همچین موبایلی من دارم قیمتش چنده که ایشون به من میگه که 800 میلیون تومن قیمتش که من مطمئنم خیلی گرون تر از 800 میلیون تومن یعنی با توجه به دور دیگه ای که توی بازار زدم این رقم خیلی بیشتر در انتها با هم دیگه های حسن علی رو ببینیم حسن علی از یه خانواده 6 نفره اومده خانواده فقیر 6 نفره و رو پای خودش وایساده واسه خودش یه کسب و کار راه انداخته و یکی از جوانان موفق ایرانه حسن علی و بی ام حسن علی باز در بی ام حسن علی تصویر دیگری در بی ام حسن علی در ترافیک چمران حسن علی در حال فکر سختی هایی که در طول زندگیش کشیده متشکرم